سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورې زز مریلا یاباسینی د امریکا او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو پاک لا ډیر معلومات نه ورکول کیږي کڅام د امریکا سفارت په کابل کې تقریبا یو نه وړاندې ویلو چې زلمی خلیزاد مدګینی سي سو دوه ته ولاړ شي او طالبان سره خبرې وکړي خو دا مسله به یو څه پسې لا درک شو او ډیر جزئیات هم له دوه تر لاسه نشول خو الکیږي طالبانو خپل مشورې پای ته رسولي د تاوتریخوالي پاک له هم دریز روخانه شوی دی او هغه څه چې اوس د پاکستان له ادرس رامنځته کیږي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په تازه څرګندونو کې ویلي طالبانو د تاوتریخوالي کچې راکمولو پاک له خپله طرحه امریکایي لوري ته سپارلې ده په دې معنا چې د پردې تر شا لا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تاوده بحثونه روان دي او په دې لړ کې د وروستي اقدام په توګه همدغه د تاوتریخوالي د کچې راکمول دي حکومت بیا دلته په کابل کې لا هم پر دې ټینګار کوي چې اوربند غواړو اوربند او د تاوتریخوالي کچې راکمول دوه جلا بحثونه دي او افغان حکومت د تاوتریخوالي د کچې راکمول یو بې معنا او له حقوقي لحاظه کمزورې مسئله یادوي په دې هکله رپورټ ته پام کړئ د تاوتریخوالي د کمولو په هکله په پاکستان کې د طالب مشرانو ترمنځ د سلام مشورو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو سلا شوي دي د پام وړ پرمختګ شوی او طالبان د تاوتریخوالي په کمولو سلا شوی دي دا د سولې لپاره یو مهم ګام دی پاکستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت تر ډیره پر ځای کړی دی او موږ غواړو چې ټوله سیمه کې ثبات راشي لبل خو د سولې په برخه کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی و دقیق خبر داریم مکرر معلومات میگیریم و گزارش میتن از دوحه تا این دقیقه ما شخصا خبر ندارم که طالبا کدام چیزی رو سر میز آورده باشند که بگن بسم الله شروع کنیم افغان حکومت په دې باور دی چې د تاوتریخوالي کمول حقوقي اړخ نه لري او یې څوک یې په ټینګولو ځان مکلف نه ګڼي مفهوم نیست امی چې برای کل مردم و بدترین چیزی که داره قابل پیمایش نیست قابل اندازه گیری نیست در مقایسه با چی شما کاهش میده از ما خاطر است که میخواییم آتش بس در شهرها یا مناطق خاص در دهات افغانستان اونا در عملیات ها صورت نگیره اما این یک مفهوم بسیار پیچیده است لایه های مختلف داره و زیادتر یک مفهوم سیاسی است یک مفهوم نظامی طالبان ته نږدې سرچینې هم وایي چې طالبان به هغه وخت په لویو ښارونو او لویو لارو کې د تاوتریخوالي د کمولو اعلان وکړي چې په لسو ورځو کې دننه امریکا د سولې هوکړه لاسلیک کړي د سولې د دغې هوکړې له مخې به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره هواره شي د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شول چې لاغې اوس تقریبا څوارلس میاشتې تیریږي او په دې برخه کې لا هم د یوه توافق نهایي کیدل عمده مسله ده ضد و نقیز رپورټونه ترلاسه کیږي او په ورته حالت کې د وروستیو ورځو په اوږدو کې هم د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په خپلو څرګندونو کې ویلي دي ښایي هم د ځینو عواملو له مخې ټرمپ یو ځل بیا دغه مذاکرات متوقف کړي خو په ورته حالت کې د غرب او امریکا ترمنځ د ننه دغه ابهام او تناقض لا هم موجود دی ځینې نور بیا وایي چې توافق ډیر نږدې دی خو دغه نږدېوالی هم ډیر نږدې نه ښکاري په تازه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ هم یو څیړنه ترسره کړې ده او د سروې په شکل کې د افغانستان د سولې مسله له نویو زاویو راخیستې دغه سروې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د 15 کسانو سره د پوښتنو ګرویګنو په پایله کې چمتو شوې ده چې عمده پوښتنه یې هم په منځ کې د سولې د احتمالي توافق وروسته د راتلونکي احتمالي نظام په هکله ده چې په دې هکله بېلابېل ځوابونه ترلاسه شوي دي او په دې هکله به هم په همدې بحث کې په ټولیزه توګه بحثونه ولرو راسره په سټوډیو کې دا شیبه د طالبانو د واکمنۍ د اولمپیک ملي کمیټې رئیس مولوي عبدالشکور مطمئن سیاسي تحلیلګر فضل رحمان اوریا او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څیړونکی رامین کمانګر موجود دی تاسو درې وړو ته ډېر ښه راغلاست ډېر زیاته منه کوو چې زموږ بلنه منلې ده آقای مطمئن آغاز بحث با شما حالا در کل شاه محمود قریشی برای ما میگه که طالبان یک طرح را آماده کرده در مورد
کاهش خشونت و آن را تسلیم هم داده به طرف ایالات متحده آمریکا. در این مورد برای ما بگوین که چیگونه یک ترخواد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانان برنامه و همچنان دستاندرکاران برنامه تلویزیون آریانا نیوز و کسایی که ما را مشاهده میکنن، خدمت شما عرض شود که خواهشی که طالبا آمریکایی‌ها از طالبا داشتن به خاطر کاهش خشونت، یعنی کوتاهی یا سستی در عملیات‌های طالبا در افغانستان، این خواهش از جانب آمریکایی‌ها صورت گرفته بود از طالبا. و چند قبل ما هم این مسئله را بیان کردم که شورای نظامی طالبا با این پیشنهاد آمریکایی‌ها موافقه کرده بود و صرف برای امضای امیر امارات اسلامی افغانستان معطل بود و او به امضای امیر امارات رسیده و به قطر رفت و او را طالبا به زلمه خلیزاد تسلیم کردند. اما خواسته که آمریکایی‌ها از طالبا داشتند. یعنی شرایط و او خواسته هایی که طالبا از آمریکایی‌ها داشتند، اونا به پایان رسید. دیگر کدام مذاکرات بین طالبا و آمریکایی‌ها باقی نمانده. یعنی مصوبه نهایی شده. صرف آمریکایی‌ها زلمه خلیزاد این بار به خاطر از امی فرستادن که جواب قاطع در ارتباط در مورد کاهش خشونت برای ما بگوین که شما از او یاد میکنین که به گفته بله. شما با امر و امضای امیر طالبان هم رسانده شده و توافق کلی از طرف طالبان صورت گرفته و بعد طالب با جانب ایالات متحده آمریکا هم سپرده بله. شده طرح... موارد عمده چی از دی تر؟ یعنی چی شکل خشونت را در افغانستان کاهش میدن؟ کاهش عملیات های طالبا در شهرهای بزرگ، مسدود نکردن راه های مواصلاتی ولسوالی های مربوط به ولایات که است و انفجارها در داخل شهر، اینا برای مدت 7 الی 10 روز اینا توقف داده میشه. ولی در صورتی که آمریکایی ها نقض قرارداد بکنن و سر طالبا حمله کنن، اونا در قرارداد نوشته کردن که ما باز در اون صورت دفاع را اما چیزی که شما میگین خیلی تازه هم به نظر نمیرسه. ما گزارشات را از حملات طالبان در شهرها گزارشات نداریم. اینکه راه‌های مواصلاتی را طالبان بسته کرده باشند، در این مورد هم چندان گزارشات به دست نمی‌رسند. حتی در بعضی موارد طالبان خودشان هم تصحیح کردند که اینها همه راه‌ها را باز نگه داشته تا مردم راحت باشند. ولی مواردی که شما یاد می‌کنین برای 7 تا 10 روز تا چه حد منطق داره، در حالی که ما میبینیم حالا چند ماه از این حالت ها میگذره. بله، پیشنهادی که از جانب آمریکایی ها شده بود از طالبان اینمی چیزی بوده که باید ببینید. شما خدمت شما عرض شود که امی فعلا در ولایت اورزگان، در فرا، در ولایت بعض ولایت های افغانستان راه های مواصلاتی ولسوالی ها اکثریتش بسته است. طالبان در امی قراردادی که به نام کاهش خشونت است دهی اظهار کردن که ما دیگه ولسوالی هایی که هنوز تحت محاصره قرار نگرفتن، اونا را در محاصره قرار نمیدیم، در شهرهای بزرگ حمله نمی کنیم و راه هایی که مردم عبور و مرور میکنن در اون راه که قبلا چک پوینت های طالبا بودن، در اونجا دیگه اینا را کاهش میدیم. ولی او را برای خود محفوظ میدانیم که اگر بالای ما تحرز میشه از خود دفاع میکنیم. ډیر زیات ونه بیرته نور مسایل ته راګرځو. ریاست ستاسو تحلیل هم په دې برخه کې اړین بولو. راته وایي چې د تاوتریخوالي د کچې کمولو پاک له وروستي اقدامات احتمالا همدا وي. شامه دومره قریشي خبرې مو یاد کړې، هغه وایي چې طالبانو تیاری ښودلې دی مورد ته او طرحه هم سپارلې امریکایي لوري ته. مننه. څه چې مطبوعاتو ته راغلي دي، طالبانو ته څو ګزینې امریکایانو وړاندې کړې وې. یو عمومي ډزبندي وه، بل یو نسبي ډزبندي په څو ولایتو کې وه، او بل د تاوتریخوالي د کچې راټیټول په پراخه سطحه باندې او بل په محدوده سطحه باندې. په دغو ګزینو کې د طالبانو صلاحیت و چې یوه باید وټاکي. زه فکر کوم چې طالبانو یوه ګزینه ټاکلې ده چې په ښارونو کې به انتحاري او موټر بم حملې نه کوي، په ښارونو پوستو باندې به حملې نه کوي، او په څنګ دې کې به لویې لارې به خلاصې ساتي. اما بدل کې بیا دوه شی غواړي. یو دا چې په همدغه اووه یا لس ورځو کې به امریکایان دا هوکړه لیک د سولې امضا کوي، او بل زه فکر کوم چې په بدل کې به یې له حکومت هم غواړي چې دغه اووه یا لس ورځې به د شپني عملیات هم نه وي. او وروسته له هغې چې خلیلزاد هلته خبرې کوي، نو دی به د دغو نهایي هوکړو لپاره کابل ته راځي، او کابل کې به له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي، هم په شپینه عملیاتو باندې، هم په محدود
تاوتریخوالی کمولو باندې او هم د موافقه د امضا کولو میکانیزم نور شانو باندې وخت چې د دې جې موافقه واخیستل بیا به رسمان دواړه دغه هم رامنځته کیږي. یاسه په تیرو کې هم دا بحثونه موجود دي لاغ ماله چې لسم پړاو ناست تر سره شو او پاغي کې خلیلزاد له طالبانو غوښتل چې تاوتریخوالی کاشه باید راکامه کوي. حکومت دلته زمزمه کوله چې دوی پوره اوربند غواړي سرتا سری، خو په ټولو کې یو ابهام رامنځته شو. کوم موارد ته چې تاسو اشاره کوئ یو مطمئن سه ویل تر دې مخکې هم یادونه شوې، اوربند ته ډېر نږدې دي، یعنی د ټولو اوربند خواص دي چې اشاره ورته کیږي. بیا هم په دې منځ کې تاسو بیا عملیات کوئ، یعنی ځینې مواردو کې کولی شي بمبار وکړي، منطق څنګه لري؟ ځینې مواردو کې طالبان کولی شي تهاجمي بریدونه وکړي، دا بیا له کومه ځایه منطق پیدا کوي؟ دغه ویره او ابهام چې د اوربند په هکله په ټوله کې رامنځته شوی، ولې دې ته څوک غاړه نه ږدي؟ او په ورته حالت کې دغه منطق چې په دې ډول به دا تاوتریخوالی راکم کړو، دا د څه لپاره؟ ګوري، سره له دې چې دا ډېر محدود تاوتریخوالی ده چې کمیږي، او طبیعتا دوی به یو میکانیزم ورته جوړ کړي، او هغه میکانیزم دا د شپې عملیات مه کوه. معلومه ده اوس د شپې لس پنځلس شل عملیات کېږي، دا به نه کېږي. دا معلومه ده چې طالبان په ولسوالۍ د پغمان کې سروبي کې اخوا دې خوا د شپېني عملیات لري، د کابل شاوخوا ته عملیات لري، دا به بندوي، دننه ښارونو کې به حملې نه کېږي. تر یو حده پورې مسله روښانه ده. نو دا جنګ به بیا کوي څنګه؟ اوس دا کوم شیان چې بیا دا پوښتنه مطرح کوي چې دا خو ټول خواص اوربند دي، بیا نو دا جنګ څنګه کوي؟ دغه ته ویلی چې موږ نسبي اوربند وایي، محدود اوربند وایي، مطلق او سراسري اوربند نه ده. سره له دې چې دا نسبي اوربند ده، محدود اوربند ده، دا د تقریبا د یو کال د مذاکراتو ډیره ستره عملي لاسته راوړنه ده چې دا د قدر وړ ده. دا ډیر کوچنی ګام ده، اما دا کوچنی ګام کولی شي چې یو فضا د اعتماد رامنځته کړي. خو به هم پاتې کیږي. وریا صاحب، زموږ هدف دا ده چې په دې هکله یو څه وضاحت راکړئ. تاسې به هم عملیات نه کوئ، یعنی طالبان وایي، او حکومت لوري نه هم دا غواړي چې تاسو به هم دروئ، طالبان هم تهاجمي بریدونه به دروي، نه به راځي ښارونو ته، نه به بریدونه کوي، نه به شپني عملیات وي، نه به په شاوخوا نورو سیمو کې. نو بیا خو جنګ لاړ، دې ته ولې بیا اوربند نوم نه ورکوي؟ دلته ولې ویره موجوده؟ ګورئ، نورو جونو کې به جنګ وي. داسې فکر وکړو چې د کابل مثال درکوم، چې آراسیا ولسوالۍ ده، هلته کېدلی شي د ورځې جنګ وسي، یو بل باندې تعرض وکوي، یا په قندار کې، یا په بدخشان کې، یا په زابل کې. دلته هدف فقط عمده ښارونه دي. دا کلمه د عمده ښار هم استعمال شوې ده، چې هغه شاید هغه پنځه شپږ ښار وي، لکه هرات و جلابات و کابل و مزار شریف و خوست و ننګرهار، دا ښارونه به وي. په دغو محدودو ښارونو کې به انتحاري حملې نه وي، جنګ به نه وي، ډزبندي به وي، او د حکومت او امریکایانو لخوا به احتمالا د شپېني عملیات نه وي. دا دواړه محدود دي، او هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی هغه به ډېر رڼا وي او قابل د درک به وي. یعنې د شپې عملیات به نه وي، د ورځې خیر ده وي، به د ورځې به وي هغه شپېني عملیات. دا څه معنا لري؟ یعنې دا اوس دا منطق څنګه سړی کولی شي دته یو منطق ورکړي؟ وریا صاحب، یعنې که طالبان وایي چې اوربند نه، تاوتریخوالی په دې ډول، نو د شپې دې ټول آرام ویده شي، سبا د یو بل سره وژني، یعنی څه؟ ګوره، دغه لومړنی او ډېر کوچنی ګام ده، هغه څه چې موږ تاسو هیله لرو. ولې؟ یعنی څه فایده به ولري دغه ډول وژنه؟ وژنه ده، عملیات عملیات دي، که د ورځې کې وژنه فرق لري. ګوري، که د شپېني عملیات کې داسې فکر کوو چې په هره شپه کې پنځوس نفره مړه کېږي، په لس ورځو کې که پنځوس نفره مړه نه سي، دا به پنځه سوه نفر وي، او پنځه سوه نفر چې مړه نه سي په لس ورځو کې، دا ډېره غټه لاسته راوړنه. نو سبا به ښه ورته په دمه وي، بله ورځ به په دمه عملیاتو کې خو قصور باسي، بله ورځ به بیا په دمه وي، خو دغه د شپې په لس ورځو کې به پنځه. یعنی تاسو خپله ستاسو شخصي نظر غواړم، دا خو هغه څه دي چې ویل شوي ویل کېږي، دا منطق لري چې د شپې تاسو دمه وکړئ، دا پنځوس کسان چې دلته وژل کېږي یا کم و ډېر، نو دا به ونه وژل شي؟ ولې سبا که په هر څومره شدت ورځئ وژنې کوئ، دا به یو څه کمښت رامنځته کړي، دې تضمین څنګه کوي؟ بله بله، خو تصمیم نه لري. د ورځې دوی کولی شي د سترو ښارونه بهر عملیات وکړي، هم حکومت، هم دولت، هم امریکا. لنډه اوس پوښتنه، یوه غوښتنه حکومت لري، دوی وایي چې له حقوقي لحاظه، لکه موږ چې اوس پرې بحث کوو، له ډېرې مودې راهیسې دغه د تاوتریخوالي د کچې راکمول، دا یو څه پوښتنې لاندې دي حقوقي لحاظه، منطق هم نه لري، او محاسبه یې هم مشکله ده چې تاسو څنګه تاوتریخوالی راکموئ؟ که بیا سبا یو برید کېږي، یو بل ډول کېږي، نه، دا د تاوتریخوالی د کمولو برخه نه ده، بیا به داسې یو منطق درته مکېږي، بیا بلته څه تعریفېږي چې د کابل ښار یعنې څه؟
تعریفیږي چې په دغه جغرافیه کې به انتحاري حمله نه وي، جنګ به نه وي او کاملا به دستبندي وي. دا د حکومت موقف دلته څنګه دی چې دوی وایي چې راواخلئ دغه فرمول که د یو محدود ورځو لپاره همی اوربند نوم ورکئ چې بالاخره مسله حل شي. یو شک دا ده چې طالبانو کې انشعابات او درزونه موجود دي، د طالبانو ویره دا ده چې بل څوک دا برید ترسره کړي، دا به هم روښانه شي. بالاخره مسؤلیتونه خو ټول اخلي مخکې هم شو. حکومت موقف مشهول ده ځکه حکومت وایي چې د حقوقي لحاظه کوم حقوق دا حقوق چا جوړ کړي، چا تصویب کړي دي. خو سیز فایر یا اوربند دا یو حقوقي کلمه ده چې ډېره جامع ده او ښکاره ده. نه به ډس کوې، نه به در باندې ډس کوم، او په دغه موقع کې به بحث کېږي. اخو عمومي آتش بس ده، دولت هم همداسې عمومي آتش بس ده. او موږ په افغانستان کې داسې حقوق چې هغه نافذ وي، خلک ته اطاعت وکړي، نه لرو. بل حکومت په خپله نه پوهېږي چې د دوی مخاطب څوک ده، دوی چا ته خطاب کوي. طالب نه نسي کولی طالب ته خطاب وکړي، حتی عام ولس ته هم نسي کولی، ځکه چې ارګ ریاست جمهوري وایي چې زه ډزبندي غواړم، اما سپیدار وایي چې نه، زه همدغه محدود آتش بس غواړم. د سپیدار لپاره دا یو واضح تعریف ده او تنه ملاتړ کوي، اما د ارګ لپاره دا مجهوله ده او د حقوقي لحاظه تعریف نه لري. تاسو وایئ د ارګ لپاره کوم مورد یا د یو بل اړخ لپاره په ټوله کې د تاوتریخوالي کچه کمول مجهول ده؟ ډېر نه ده مجهول. اوس چې موږ تاسو دومره پوښتنې وکړې، بحث مو وکړو، یو ډېر اوږده موده کېږي د لسم پړاو نه راوروسته چې په دې بحثونه تاوده شو، بیا هم هغه مجهول حالات او ابهام په خپل ځای پاتې کېږي. څنګه کموئ تاوتریخوالی؟ کمو هدف دایي چې انتحاري بریدونه به نه کېږي. نو آیا اوریا صاحب پوښتنه دا ده چې تاسې په کابل ښار، هرات، جلال آباد کوم وخت کې لیدلي چې انتحاري شوی په دغه حداقل دوه؟ اجازه راکړي یو دا د حکومت موقف خلاص شي. حکومت یو واحد دریځ او واحد موقف نه لري. سپیدار او ارګ چې 50% هغه حکومت ده او 50% دا حکومت ده، یو ګډ آواز او یو ګډ غږ نه لري. دوی چې په خپلو کې یو بل نسي کولای قناعت ورکړي، دوی چې په خپله یو بل نسي کولای مخاطب کې د دولت دا بیا جلا باز ده چې دوی کې څومره درځي. نو بیا طالبانو باندې بحث کېدلی شي. اوریا صاحب، زموږ پوښتنه دا ده چې مشخص وایي د ولسمشر غني او ټیم یې موقف دا ده چې باید اوربند وي، نه تاوتریخوالي کچه راکمول، ځکه دا نه شي مشخص کېدلی. دغلته بیا حقوقي ستونزه ده. د ارګ دغه موقف ده او د سپیدار هغه موقف ده. که ته طالب واوسېږي د چا خبرې ته غوږ نیسي؟ که ته امریکا واوسېږي د چا خبرې ته غوږ نیسي؟ که ته عام ولس وېږي د چا له خبرې نه اطاعت کوي؟ حکومت هغه وخت برلاسه ده. دا غوټه لا پسې وړاندوي او مشکل دی. حکومت هغه وخت برلاسه ده چې دوی یو واحد غږ، واحد مدیریت، واحد رهبری په سوله کې ولري، چې اوس یې نه لري. د سوله وزارت یو برنامه لري او سپیدار بیا بله برنامه لري. دا خو بیا نه سي کېدلی. دا بیا هیڅ نو اغیزه نه په طالب لري، نه په امریکایانو لري، نه د سوله په ډېره زیاته ونه کوي. بېرته راځو محدود ته. تاسو فرموده درسته ده. موږ هغه میکانیزم باندې تر اوسه نه پوهېږو. هغه میکانیزم تر اوسه نه دی افشا شوی او هغه میکانیزم طبیعتا ډېر روڼ ده، شفاف جوړ شوی ده او وخت چې نشر کېږي هغه روڼواله به موږ ته معلوم شي. یعنې تاسو وایئ چې یو میکانیزم شته؟ طبیعتا. او دغه میکانیزم چې هر څومره کوچنی وي دا د قدر وړ ده. دا یو عملي لاسته راوړنه ده. ځینې نور پوښتنې په بل دور کې چې تاسو ته پوښتنې راجع کوو اوریا صاحب مطرح کوئ درسره. آقای کمانگر، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هم در موارد مختلف سروی های را انجام میتن، تحقیقات را انجام میتن و اخیرا هم یه تحقیق که در این مورد پسانتر صحبت خواهیم کرد، ولی در قدم اول آیا انستیتوت در مورد آتش بس و کلمه یا عبارت کاهش خشونت در لابلای گفتمان میان طالبان و امریکایی ها از چی دید انستیتوت میبینه و در این مورد موقف شما چی بوده؟ تشکر میکنم. انستیتوت به عنوان یک نهاد پژوهشی موقف گیری سیاسی نداره. جهت سیاسی به عنوان یک جنبی سیاسی عمل نمیکنه، چون این مورد نبوده. پژوهش ها بر مبنای روش های تعریف شده علمی دانشگاهی صورت میگیره و در استقامت مباحث استراتژی که خود نام انستیتوت را حمل میکنه در او استقامت. پس انستیتوت موقف رسمی در قبال یعنی مسائل یعنی یافتهای شما را در کل داشته باشیم که در مورد دو کلمه کاهش خشونت و آتش بس
سروی را انجام دادن، تحقیقی صورت گرفته باشه، لطفاً بفرمایید. بله، در مورد تحقیق به جزئیات اشاره میکنم. در مورد آتش بس، حالا من به عنوان یک پژوهشگر، چون ما در یک وضعیت جنگی به سر میبریم، در این وضعیت جنگی شما هر قدر بس کاهش خشونت باشه، این در وهله اول گپ خوب است. شما عملا آدم کشته میشه، بعد میخواین کم شه. این گپ خوب است. ولی این نباید ما رو دوچار ذوق زدگی بسازه که وقت بس کاهش خشونت مطرح میشه. به این معنا که کاهش خشونت یا در ادامه که در یک پروسه حل منازع با آتش بس هم منجر شده، این نباید به معنای تحمیل یک سلسله مباحث جدید باشه. ما پژوهش جدید نشان میده که بیشتر از 87% مردم بر برابری فرهنگی اجتماعی و حقوق برابر شهروندی باور دارن و تایید میکنن. یعنی ساختار را بعد از مصالحه میخوان کو ساختار بتانه برابری شهروندی را تامین بکنه و حقوق اساسی انسانی را مد نظر داشته باشه. حالا این یک طرفش بحثی است که ما خشونت ها کاهش پیدا میکنه، خب بر نقطه شروع بر حل منازع میتونه نقطه بر توافقی باشه. مثلا چی پیشرفت را ممکن به وجود بیاره؟ کاهش خشونت این ممکن بتانه روحی همکاری را بین دو طرف به وجود بیاره. دو طرف هدفتون آمریکا و طالبان، بعد در ادامه دولت افغانستان. کی روحی همکاری در یک پروسه پیچیده مصالحه در ادامه بتانه با آتش بس تمام و خود ختم جنگ بیانجامه. ولی نگرانی بالاتر در کنار زیبسی است. خب امو آتش بس هم که بدست می آید، او آتش بس به چی معناست؟ درست؟ او آتش بس اگر معناش باز تحمیل یک فکر باشه و گفتم خلاف آنچه مردم انتظار دارن و نتایج پژوهش نشان میده، این فضا را دوباره دشوار میزنه. پس ما بر اگر بخوایم واقع‌گرا باشیم، بر شروع یک پروسه پیچیده مصالحه که یک جنگ بسیار طویل میخواد ختم بسازه، برش بپردازه، میتونیم به این خوشبین باشیم اینا مثلا یک توافق داشته. ولی در عین حال کیره به عنوان نقطه آغاز کار می داشته باشیم، باید هم ادامه رام بر ما واضح باشه و در اون راستا نگرانی داشته باشیم و نگرانی ها مطرح باشه. که باز میخوایم تاکید بکنم که حتی ختم جنگ، حتی مصالحه، اگر به معنای حضور یک ساختار، یک فکر باشه که یک دیگری تعریف بکنه، او دیگری را در دایره خود جا نده، بعدی دوباره اجتماع را دچار از هم پوشیدگی و مشکل میسازه. یعنی ما نگرانی است و ما به عنوان پژوهشگر در این عرصه بس این است که ما با رسیدن به یک آتش بس به یک سال وارد یک جنگ دیگه نشیم. حالا این سال هر قسمی باشه خشونت تماما کاهش نمیده. حالا چی کمک میکنه آقای کمانگر؟ ایالات متحده آمریکا تاکید کرد در نشست اخیر، یعنی دور دهم، و خواستن از طالبان که خشونت را باید کاهش بدن. طالبان هم تقریبا چند ماه مشوره کردن که حالا چیز کم دو ماه میگذره از این مسئله، یا نمیدونم چقدر زمان است فعلا در ذهنم نیست، ولی مدت زیادی گذشت و مشوره های هم صورت گرفت. حالا شاه محمود قریشی میگه که توافق میان طالبان ایجاد شده در این مورد و یک طرح هم به طرف ایالات متحده آمریکا سپردند. ولی اساسا سوالی است که چرا ایالات متحده آمریکا همچو خواسته داشته باشه نه آتش بس ولی همین واژه کاهش خشونت، و چی کمک میکنه با پروسه در کنه؟ اولی نکته را بگویم که بحث ما بیشتر صورت نظری خواهد داشت. بعض نشانی که من میارم و نظر بعد یک بنوان پژوهشگری جا حضور داره، گفتم این میتونه به لحاظ نظری برای آغاز کار یک تفاهم ایجاد بکنه. مثلا دو طرف نتونستن برای آتش بس کامل توافق بکنن، آمدن برای آتش بس محدود توافق کردن، درست؟ که باز ممکن بتونن برسن، یعنی برای آغاز کار. ولی بیشتر از این که در میز مذاکره چی میگذره، بس و نگرانی است که خوبالی در هر جایی که میخواه ختم شود، اون ختم به چی معنا خواهد بود؟ مثلا ما ممکن یک تعریف از ختم جنگ داشته باشیم که تعریف از ختم جنگ به معنای وارد شدن ما بر یک جنگ دیگه باشه. پس ما از یک طرف خب ممکن نیست که تندروی را در این کشور تماما با این مصالحه از میان برداریم. این کماکان به زیر عنوان ها و نامای دیگه ادامه پیدا میکنه. ولی در این حال کوره می داشته باشیم یک مبارزه در مقابل تندروی،
نگرانی است که نشه باز یک فضای بسته تری را داشته باشیم که یک از هم پوشیدگی دیگر حتی در سطح شهرها به وجود بیاید. این نگرانی قوی تر میتونه داشته باشه. بسیار تشکر میکنم آقای کمانگر. تر لک جن روسه برای شو پدی به تام شو چه پټوله کې څو بحثونه عمده دي د افغانستان د سولې پورې تړلي مسایل. افغانستان حکومت وای باعزت او دایمي سوله غواړي. دا هغه کلمات دي چې د مذاکراتو له پایله او په ځانګړې توګه د توافق له وروسته کېدو وروسته کابل کې د ولسمشر غنی په مشرۍ ارک ټیم ډیر زیات زمزمه کړه. اوس هم پر همدې ټینګار کوي. بل لور ته بیا د سیاسینو یو فریکشن ایجاد شوی چې هغوی بیا یو ځانګړې طرحه لري. د طرحې په هکله که څه هم ډېر معلومات نشته. بل لور ته د حکومت څو نورې برخې دي چې هغوی بیا خپل خپل موقفونه لري. ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت د یو شریک په توګه د اجرایي رئیس په توګه د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې وایي چې د سولې یوه ورځ د ملي یووالي حکومت تر 15 کلن دور بهتره ده. هغه زیاتره وخت په امریکایانو سره په ډیرو مواردو کې توافق ته رسیږي او د موقفونو لحاظ هم توپیر نه لیدل کېږي. بل لور ته بیا د سیمې هیوادونه هم دي چې په دې برخه کې بېلابېل نظریات وړاندې کوي، خو اساسا پوښتنه دا ده چې که احتمالا د امریکایانو ترمنځ توافق رامنځته کېږي بین الافغاني مذاکرات پرمختګ کوي او بالاخره بحث دې ته رسیږي چې ښه افغانان څه غواړي، طالبان څه غواړي او بالاخره کوم ډول یو جوړښت رامنځته شي. تازه یو نوی سروې په دې برخه کې ترسره شوی دی او په دې برخه کې نور نظریات هم موجود دي چې زموږ د بحث راتلونکو برخو کې به پرې تم شو. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یو تازه سروې ترسره کړې. درې عمده پوښتنې یې مطرح کړي دي. په هغې پوښتنو کې د افغانستان د خلکو لپاره په د پام وړ الګو څه ده تر څو په افغانستان کې شخړه پای ته ورسیږي. دویمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان خلک له احتمالي سولې وروسته څه ډول یو نظام غواړي او څنګه توافق پرې کېدای شي، او په ټوله کې په څه ډول یو حکومت دی چې کېدلی شي هغې ته د یو مشروع حکومت په چوکاټ کې خطاب وشي. دا هغه موارد دي چې د دې بحث عمده موارد دي. که څه هم دا درې عمده پوښتنې د سولې په پروسې سره ډېرې نږدې تړلې او تکراري هم دي، خو تازه سروې په دې برخه کې خپل معلومات وړاندې کوي. موږ هم پرې تم کېږو. آقای کمانگر، میخوایم به خاطر از اینکه سروی را شما انجام دادین جزئیات بیشتر بگیریم. سروی که در 34 ولایت با 1500 افراد صورت گرفته، بالاخره نتیجه چی بود؟ اگر نتیجه را خلاصه بسازیم و فشرده بگوییم. تشکر. خب سروی کار یک تیم از پژوهشگرها بود، از کارمندای ساحه‌ای گرفته و در رأسش دکتر صاحب یعقوب ابراهیمی قرار داشتن که لید ریسرچر برای تحقیق اونا بودن. با 1500 شهروند در 34 ولایت مصاحبه شده و در سه استقامتی که شما گفتید. در بخش سناریوی حل منازعه شهروندا اکثریت بالاتر از 70% تاکیدشان بر حل منازعه انتخابات بوده. شما سناریوی حل منازعه را وارد شدن به حضور گروه های مخالف در انتخابات گفتن، یک اکثریت ایرای داشتن. در بخش از این که نظام سیاسی پس از مصالحه چگونه باشه، در روز دموکراسی انتخاباتی بیشترین انتخاب داشتن و بیشتر از 80% مصاحبه شونده تاکیدشان بر این بوده که نظم بعد از مصالحه باید نظم دموکراسی انتخاباتی باشه. و در بخش مشروعیت هم که از نظریه وبر استفاده شده در بخش مشروعیت و گزینه‌های ارائه شده، بیشترین مصاحبه شونده ها بحثشان مسئله مشروعیت قانونی عقلانی بوده، بحث از اینکه دموکراسی انتخاباتی و بحث انتخابات باشه. نتایج جمعه پژوهشی است که باز در ذیل از این مرتبط به این یک اکثریت هم که قبلا عرض کردم تاکیدشان بر برابری حقوق شهروندی در نظم پس از مصالحه است. یافته های کلی و مشخص تحقیقی است. و یک نکته دیگه هم که ممکن برای ارائه جالب باشه بحثی است که یک اکثریت مصاحبه شونده ها باز بیشتر از 68% با وجود تمام مشکلاتی که دموکراسی بعد از بن داشته، حکومت بعد از بن داشته، تاکید بر ازی دارن. در پرسش ازی که نظرتان در مقایسه با دوره طالبا و بعد از او چی گونه بوده، یک 68% تاکیدشان بر این بوده که دموکراسی
با تمام مشکلاتی که داشته این بیشتر بوده که مشخصاً 68% انتخاب داشته. یافتهای کلی جامعه پژوهش این است که باز خوب اینا هر کدامش تفکیک جنسیتی داره، تفکیک یک بعضی از واژه‌ها را استفاده کرده در اینجا و گفتین که مشروعیت عقلانی قانونی واژه دشوار است بر فهمیدن بخصوص بر مردم عام افغانستان. میخوایم واضح‌تر بفرمایید مشروعیت عقلانی قانونی یعنی چی؟ بله، یک پرسشی بوده که شهروندا مشروعیت دولت بر مبنای چی ترجیح میتن تعریف کنن. اونجا بس ماکس وبر وجود داره که مشروعیت میاد سه منبع میتوارش، بس قانونی عقلانی، بس سنت، بس فرهی بودن، بس اون ویژگی های شخصیتی یک آدم. از این میان یک اکثریت آمده تاکید بر قانونی عقلانی بودن داره، یعنی شما به این معنا که نظم سیاسی نباید بر اساس سنت حاکم باشه، او سنت میتونه به مبحث شاهی رو در بر داشته باشه یا هر ساختار دیگه که صورت موروثی و غیر از دموکراسی و قانون مبنای قانونی رو داره. و این بد صورت خلاصه اگر مثلا ما بخوایم بیان خب بکنم، حالا اگر کوتاه پاسخ بفرمایید چی کمک میکنه این سروی؟ خب این سروی یک خلا را پر میکنه و او خلا فکر میکنم خیلی مهم است. در مقدمه پژوهش هم تشریح شده که ما در بحث مصالحه در میز جهت‌های گوناگونه داریم، طرف‌های گوناگونه داریم، ولی در این طرف ها نگرانی اصلی است که مردم نمایندیشون کی است. این بحث وجود داره و این سروی آمده خلایی را پر میکنه که نشانی مردم است. ما رفتیم در ساعات مختلف بعد از مردم پرسیده شده که شما در اینجا تکلیفتان چی است و این نشان میده که خیلی متفاوت از بحثایی که در میز میشه برای مصالحه یافته های پژوهش نشان میده. مثلا یک مورد که همین لحظه خیلی هم برای ما زیر سوال هستی است که شما گفتین که مردم یک نظام انتخاباتی را میخواستن، جمهوریت، ولی اگر انتخابات اخیر در نظر بگیریم کمتر از 2 میلیون فرد در کل شرکت کردن در انتخابات، پس ای به چی معنا بود؟ اگر شما میگین که سروی شما میتونه یک کلی یک پاسخی را ارائه بکنه با وضعیت و آن هم خواهان دموکراسی و جمهوریت باشه و انتخابات، پس انتخابات گذشته و این سروی آیا میتونه یک تطابق داشته باشه؟ بعضی ها تفسیر کردن بخصوص حلقات طالبانی گفتن که این نبود از طرف مردم به انتخابات. خب یک بحثی که انتخابات مدام موردش صحبت بکنم، یک مورد عملی را به عنوان مثال در مقابل از این پژوهش قرار میدم. من تمام تلاش میکنم بحث سیاسی اینجا به اون معنای روزمریش انجام ندم، ولی شما یک مثال بده از یک روند را که مورد قبول رسره را با وجودی که را بخواین ذکر بکنین باز این معنایش نیست که منطق مسئله را زیر سوال میبره. شما ساختارهای متفاوت دارین، در این میان ساختارهای متفاوت یکی دموکراسی انتخاباتی است. این دموکراسی انتخاباتی در نوع اینجاییش، در منطق اینجاییش دوچار یک عالم مشکل است. حالا این یک عالم مشکل معنایش این است که نباشه شهروندا میگن نه چنین نیست. ممکن یک وقت این در سطح باشه که اونا در یک مورد مشخص، در دو مورد مشخص حتی نخواهن رای بدن، ولی به عنوان بدیل چند تا رو پیش روشان بگذاری باز دوباره میان به رزی انتخاب. بسیار تشکر آقای کمانگر. اوریا صاحب، پکرات و سروی تر سره شوی په ځانګړې توګه چې د سوله پروژه په ډیر بخنې سره سوله پروسه پیل شو او په دغه پروسې کې موږ د بیلابیلو انسټیټیوټونو، مرکزونو او نهادونو چې یو شمېر بیخي نوي همدغه وخت کې را جوړ شول، سروی وکړې، تحقیقات وکړو، نور مسایل راځو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په وروستۍ سروې باندې چې ښاغلي کمانګر یې په اړه معلومات ورکړل، عیني پوښتنه څه درد دوا کولی شي دغه سروې؟ انسټیټیوټونه ښه دي چې مصروف اوسېږي او کار وکوي. که اجازه وي زه به لږ تبصره پرې وکړم. دوی وایي چې د بند دموکراسي دوی مثال ورکوي چې وروسته له مصالحې هم همداسې یو دموکراسي باید اوسېږي. د بند دموکراسي کې موږ شفاف او مشروع حکم انتخابات نه درلودل، هر انتخابات زموږ بحران زاو. د بل په دیموکراسي کو احزابو په پارلماني انتخاباتو کې ونډه نه درلودله، یعنی دا یو بیروح انتخابات و. د بل په دیموکراسي کې افغانستان لومړی درجه او دویم درجه فاسد حکومت دنیا ده. د بل په دیموکراسي کې افغانستان دویم درجه تولیدونکی او قاچاق کوونکی د موادو مخدر ده.
د بل په دیموکراسي کې د افغانستان حکومت په میلیارډونو ډالر په یو کال کې خپل خلکو نه رشوت اخلي. د بل په دیموکراسي کې افغانستان د خزو لپاره بدترین مکان ده. د بل په دیموکراسي کې افغانستان فقیرترین هیواد د دنیا ده چې نولس کاله وړاندې داسې نه وه. د بل په دیموکراسي کې اضافه له 60% خلک د فقر له کرښې لاندې پراته دي چې نولس کاله پخوا داسې نه وه. د بل په دیموکراسي کې د تجارانو سرمایدارانو لپاره افغانستان بدترین مکان ده. د بل په دیموکراسي کې د ماشومانو لپاره افغانستان بدترین مکان ده. د بل په دیموکراسي کې فصل سوریه دغه خواص چې تاسو وایئ اوریا صاحب سړی داسې احساس کوي چې اوس بدلته هم یو څه را پېښ شي موږ مشکل ژوندي پاتې نه شو. یو دا ده چې د بدبینۍ انتها ته ورشو. یو دا ده چې ښه دغه نواقص چې تاسو یادوئ له شک پرته چې بلکل د ډېرو انسټیټیوټونو خپله کېدی شي د دوی مرکز او انسټیټیوټ هم په دې باور اوس اساسا راځو چې دغه ډول تحقیقات چې کېږي دا څنګه کېږي یعنې څه معنا ورکوي؟ اجازه راکړه که ډېر یعنې د بل په دیموکراسي باندې پرون فکر کوم یو امریکایي ورځپاڼه وایي چې نولس کاله وړاندې امریکایان ولاړل ځینې جنګي او فاسد خلک راوستل په حکومت باندې د دیموکراسۍ په نوم باندې واک ته ورسول او په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړله او نتیجه یې دغه وه. یعنې د امریکا له لوري دغسې یو دیموکراسي وه. موږ دیموکراسي نه درلودله. مثلا په تېرو نهه میاشتو کې 8000 بمونه په خلکو باندې غورځول شوي. کمانګر صاحب یوې مسئلې ته اشاره درلوده. دوی ویل چې نتیجه هغه څه چې موږ ترلاسه کوو د خلکو له لحاظه هغه دوی چې ورته د عقلانی قانوني مشروعیت نوم ورکوي چې انتخاباتي سیستم اوسي اوس که د اوسنۍ ډیموکراسي وي خوا کېدو انتخاباتي سیستم ته راشو چېرې چې جمهوریت مطرح وي دا چې د بون ډیموکراسي ده او که هر څه دغه منطق څنګه ده یعنی بدیل بیا شته؟ زه عرض کوم هغه چا چې د 150,000 د ناتو ځواکونو په موجودیت کې په سلهاو میلیارده ډالرو په موجودیت کې شفافه انتخابات ونه سوی کولی اوس له طالبانو نه داسې یو څه غواړي. دا غوښتنې دي چې دا امتیاز طالبه ما ته راکړه او امریکا ته اوس دا امتیاز ما ته راکړه. یعنې یو دوره دوی چورو چپاولو غارتګري وکړه د بل په دیموکراسي په نوم باندې او اوس غواړي یو دوره بل هم په دغه نوم باندې امتیاز لاسته راوړي. ګوره دا ښاغلی وایي چې موږ باید ذوق زده نه سو. یعنې دا په خپله یو لوری ښیي که نه زه باید ذوق زده موږ باید ذوق زده نه سو. دا په خپله یو جهت ښیي بېطرفي نه ښیي د تاوتریخوالي کچې کمولو په هکله یې وویل. نه د سولې لپاره باید موږ ذوق نه یو مخصوص مورد یې وویل چې موږ باید ذوق زده نه سو. د دوی څه چې کمانګر صاحب وویل چې د تاوتریخوالي کچې راکمولو په هکله ډېر ذوق زده ذوق زده نه سو که یو افغان هم نه مړ کېږي تاسو ذوق زده کېږئ. موږ ورته له خوشحالۍ نه خاندو ځکه یو افغان ژوند تامین سي که یو افغان وینه یو څاڅکی خوندي کېږي چې توی نیسي دا غټه لاسته راوړنه ده حق لري ذوق زده شي. کوریا صاحب د دغه مرکز د دې سروې نه مو که داسې لنډ مطلب راواخلې او شفشف نه راشن راسه اصلي مطلب یو بل څه ویل غواړئ دغه مرکز چې د انسټیټیوټ د مطالعاتو د افغانستان دغه سروې وکړه دا سروې څنګه وکړه ولې وکړه دوی څه غواړي؟ مثلا دوی وایي چې حقوق د برابري د شهروندي دا پنځه نولس کلونو کې چا ونه کړله سلو راتلونکو کلو کې هم داسې یو شی ممکن نه ده په افغانستان کې دغه اقتصاد او زیربنا چې موږ لرو دا په جز خیال پردازي ده. دویم دوی سروې ممکن په ښارونو کې وي هغه ساحه کې چې دولت شتون لري دوی د طالبانو ساحې ته موږ چې 5 میلیونه مهاجر لرو هلته نه دي تللي په هر ترتیب سره حکومت بسته باید نه وي. دا نولس کلو کې تا باس حکومت درلوده تا یو دیموکراتیک حکومت درلوده خو موږ یو فاسد لا قانون حکومت درلوده نو ته بیا طالب نه څنګه توقع لرې چې راسه ما ته داسې یو بهشت او جنت جوړه سروې ښه ده د دوی کار ته زه احترام لرم اما زما لپاره یو مقدار خیالي او تخیلي شیان دي چې دغسې یو څه د افغانستان په بستر کې لیدي. یعنې تاسو وایئ دوی خپله چیرې ناست دي ویلي یو نیم زر کسان دي لیکلي دي هر څه یې راټول کړي دوی به تللي هر یو نیم زر کس سره به یې مصاحبه کړې وي مګر د افغانستان سیاست راتلونکی د افغانستان واقعیتونو سره اړخ نه لګوي بل د افغانستان راتلونکی دغه عام ولس نه ټاکي دوی غلط تللي دي. د افغانستان راتلونکی به د طالبانو د امریکا د مذاکراتو پر بنسټ او د افغاني بین المذاکراتو پر بنسټ باندې ټاکل کیږي او دغه خلک به
څه کوي ترنا اطاعت کوي زما ارز انسټیټیوټونو نه دا ده چې دغه ستراتیژیک مطالعات لري دوی عملی لارې چارې سیاسونو ته وروښي چې هغه عملي کړلی شي دغه که اوس موږ ویو سوالته ډاکټر صاحب غلی په میز کېږدو د ډاکټر صاحب عبدالله په میز باندې کېږدو او هلته د ملا صاحب حیبت الله په میز باندې کېږدو دغه چې برابري د حقوق د شهروندي ده دا څو فیصده ممکن ده په اوو شرایطو کې په لس راتلونکو کلونو کې په شل راتلونکو کلونو کې دا اصلا ممکن نه ده زما عرض دا ده چې دوی باید داسې عملي لارې پیدا کړي او مثلا څه د دوی کار ده عملي د سولې لپاره د یعنې هغه څه چې ستاسو توقع کوئ چې دوی احتمالا وایي چې دا عملي دي دا هغه څه دي چې موږ تحقیق کړی ده خو تاسو اوس څه غواړئ چې تاسو فکر کوئ هغه به ډېر عملي ګورئ زه بل رقم درته عرض کوم سوله موږ په دوه برخو باندې ویشو یو سیاسي سوله ده او بل اجتماعي سوله ده سیاسي سوله هغه ده چې ډزبندي کېږي یو پخلاینه رامنځته کېږي او آشتي رامنځته کېږي پس له هغې اجتماعي سوله ده چې ته به قانون حاکمه یو پاسخګویه دولت به راولې خلکو ته به خدمات یعنې قانون حاکمیت نو هدف دی نور مسایل به مطرح کړو که چېرې وخت پاتې خو اوس وخت ورکوو مطمئن صاحب ته آقای مطمئن اگر در کل صحبت بکنیم نتیجه گیری های بعضی از تحقیقات که در افغانستان از نهادهای مختلف صورت میگیره بالاخره تا امروز چیزی که به دست آمده برخلاف خواستهای طالبان بود جمهوریت انتخابات دموکراسی تاکیدشان بیشتر بود حالا طالبان هیچگاه هم نشد که با زعم کسانی که در این مورد نقد میکنن بعضی مسائلش اوریا صاحب اشاره کردن که طالبان هم خود ببینن برایشان مقنع باشه و حداقل بدانن که چه هست چطور انجام شد حالا سروی مطالعات استراتژیک انستیتوت این مرکز البته با عرض معذرت سرویشان در کل چی گونه ارزیابی میکنین اگر یک نتیجه گیری صحبت های آقای کمانگر و اوریا صاحب از شما باشه بله خدمت شما عرض شود که مردم افغانستان در آوردن قانون و حاکمیت قانون کدام نقش و رول اساسی ندارند در اینجا حکومت هاست که به اساس امو سیاست های آمریکا در اینجا حکومت میکنه و او مردم افغانستان اصلا اونا مد نظر ندارند به خاطر از اینکه شما ببینید در 18 سال دموکراسی در افغانستان وجود داشت ولی مردم از این دموکراسی متنفر است به این خاطر متنفر است ولی سروی توری یک چیز نمیگه بله سر ما خدمت شما عرض میکنم سروی در تمام افغانستان از 1500 نفر صورت گرفته ولی ما فعلا در کابل زندگی میکنم 10000 شاگرد و پیرو دارم در افغانستان در کابل اینا چیزایی که میگن با این سروی از این انستیتوت بالکل تضاد است شما ببینید مولوی مجیب رحمان انصاری در هرات یک اداره را به زور مردم فعال ساخته به نام امر بالمعروف شما ببینین از شرق و غرب افغانستان مردم در کامنت ها برشان نوشته میکنه که ما همراهیت هستیم مولانا صاحب ببین این سرزمین افغانستان 99.6% مردم افغانستان الحمدلله مسلمان هستند طالبان که با انتخابات مخالفت میکردن و میکنن اونا نظر شخصی طالبان نیست شما ببینین الله متعال در قرآن کریم میفرمایه که بسم الله الرحمن الرحیم و ان تطع اکثر من فی الارض یدلک عن سبیل الله ای آیه قرآن عظیمشان ثابت بسازه ای را بر ما واضح بسازه که انتخابات در شریعت اسلام نارواست به خاطر که الله متعال میفرماید که در زمین همیشه از تعداد مؤمن که در فساق و فجار تعدادشان زیادتر است اگر یک شخص خود کاندید بکنه عالم دین و یک شخصی که از دین بیخبر است اینا کاندید میکنن چون اکثریت مردم از دین دور هستند اینا با عالم دین رای نمیتن چرا اونا آیا شما میخواین که طالبان دید در مقابل دارن که بالای مردم حکومت کنن نه حکومت از مردم باشه بله طالبا میخواین که حکومت با مردم بکنن ولی مردم ده حکومت ببینن شما 5 سال حکومت طالبا مقایسه کنین با 18 سال حکومت دموکراسی در زمان طالبا زمینای افغانستان مال افغانستان همه مسئول بودن کسی نبود بسیاری ها میگم شما در کابل بودین اون زمان میگن پایتخت در اون زمان تقریبا 600 هزار مردم زندگی میکرد امروز 6 میلیون هست این اشتباه است ببین مردم افغانستان زمین غصب نکردن که اومدن امروز 6 میلیون نفر از غصب کردن زمین غاصبینه که در رأس حکومت هستن غصب کردن در اون وقت ما هم در رأس حکومت بودیم ما چرا زمین مردم غصب نکردیم ما مسئول میدانستیم مال مردم
ما مسئول میدانستیم جان مردم در افغانستان 95% خاک افغانستان در زیر کنترل طالبا بود، نه انفجار بود، نه انتحار بود، نه دزدی بود. پس حالا این سروی را چی میگین در کل؟ ما در ارتباط سروی از اینستیتوت کدام مشکل ندارم، ولی ما یک بار دیگه هم میره بیان. ولی خاصیت سروی را شما میدانین، سروی یعنی از اقوام مختلف در بخش های مختلف و از عرصه‌های مختلف افکار مردم باید یک چیز تهیه شود که خصوصیات سروی است. حالا من حیث یک سروی شما فکر میکنین این سروی دقیق است یا چیزی که اوریا صاحب گفت تخیلی است و دور از واقعیت ها؟ نه، سروی امکان داره صورت گرفته باشه، ولی در شهرها صورت گرفته. ببین قرا و قصبات و ولسوالی افغانستان او ساحه‌ای که تحت کنترل طالبان است. خب اگر پاسخ کمانگر سه در کل این اینستیتوت ای باشه که نه ما همه جا سروی انجام دادیم و نتیجه همین. من فکر میکنم به خاطر که ما فعلا حداقل 7 میلیون مهاجر در خارج داریم که اونا در خارج از افغانستان هستند که یک چهارم سه نفوذ افغانستان است. و با ملاها و عالمان دین فکر میکنند این سروی پرسیده باشه؟ نه، فکر نمیکنم. چرا؟ ما به عنوان یک عالم دین اگر از ما در سروی کسی پرسان کنه، من مطلق رد میکنم، به خاطر از اینکه حکومتی که دموکراسی باشه ولی جان مردم مسئول نباشه، مال مردم مسئول نباشه، او دموکراسی به درد افغانستان نمیخوره. و اکثریت مردم افغانستان شما یقین داشته باشین به این مساله که از این دموکراسی ناراض هستند و این دموکراسی را ببینن نتیجه چیزی که من خدمت شما بیان میکنم یک نشانی چیز که در انتخابات افغانستان 9 میلیون و چند صد هزار نفر اینا ثبت نام کردن برای انتخاب برای رای دهی، ولی اینا 1.5 میلیون نفر آمدن در پای صندوق های رای. خود از این نشان میده که مردم دیگه سر از دموکراسی اعتماد ندارن. این دموکراسی مشکل افغانستان حل نمیکنه. در افغانستان یک حکومت باشه که امیر داشته باشه و در تحت نظر امیر انتخابات که بل باشه، فشار باشه، دیوال چپکدن باشه. ببین امیری باشه، امیری باشه که مجرم جزا بده، خاطره که ببینین امروز در افغانستان در ماه چندین حادثه رخ میده، ولی حکومت میگه که هیئت تحقیق کننده تعیین شده که تحقیق کنه. هیئت میره پشت کار خود دیگه، پس هیئت گزارش نمیاره که این هیئت بر تحقیق رفته بود چی گزارش آورد. ببین ما حکومت میخواهیم. خب حالا یکی از لحاظ ساختار است، شما اگر ساختار ببینین همه مردم افغانستان حق داده شده کسایی که واجد در شرایط است که برن زعیم خود انتخاب بکنن. حالا اگر انتخابات میره سیاسی میشه، جنجالی میشه، بحث جداست. قوانین دارن، از قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین، کد جزا دارن و اگر تطبیق نمیشه پس تطبیق کننده مشکل داره یا خود محتوا مشکل داره. ببین خدمت شما عرض میکنم همین مساله را، مردم افغانستان حق دارن که برن خود در صندوق ها رای بندازن، ولی شما ببینین در شش میزان انتخابات صورت گرفته، سه ماه بعد از اون نتایج ابتدایی از او اعلان میشه و اون نتایج ابتدایی بعد از ولی قانون این چنین نمیگه. حالا قانون که تطبیق نمیشه مشکل در قانون است یا تطبیق کننده؟ وقتی که در موجودیت ناتو و تمام قدرت های بزرگ ما این مشکل داریم، زمانی که ما تنها باشیم چی خواهد کردیم؟ حالا اینا هست، بسیاری هم میگه اینا مشکل خلق میکنه. شما هم گفتین اکثر بله بله, بله خارجی ها. ببینیم بسیار تشکر میکنم. یک دقیقه وقت داریم، مطمئن سه پاسخ کمانگر صاحب میخواهیم داشته باشیم. فقط 40 ثانیه جناب کمانگر صاحب، آیا واقعا سروی شما تخیلی و دور از واقعیت هاست؟ تشکر. نخست حدود صغور تحقیق در بخش روانشناسی تحقیق به جزئیات تشریح شده، یک نکته. نکته دیگه در پاسخ به کارهای پژوهشی شما پاسخ پژوهشی نیاز دارین، یعنی پژوهش یک سلسله مراتب قراردادی مشخص است که پژوهشگر متحد است در پروسه انجام از او. وقتی که یک سروی میشه، یک پژوهش میشه، شما با پژوهش نقد دارین، این نقدتان روانشناختی باشه و الهی که نقد اگر از عالمان دین هم پرسیدین در ایجا بخش عمده از این کسایی بوده که آدم های باسواد بوده، در اوجه هم اونا هم شامل بودن. عالمان دین باسواد نیست؟ بله بله، در ایجا هم اونا هم شامل بودن. به مدلیل است که ما